تو بحث حمله سایبری اخیری که اتفاق افتاد، میخوان بدونن که پدافند غیر عامل، حالا بیانیه هم دادید حضرت عالی، تو این زمینه چه نقشی داشتین و چه کارهایی میشد کرد که این حوادث رو دیگه شاهدش نباشیم یا کمتر شاهدش بشیم؟ سه دست عنصر در این موضوعات موثر هستش. یکی راهبردهای دشمن هست که متمرکز بر حوزه سایبری استفاده از ضعف‌ها و اشکالاتی که ما داریم اتفاق دشمن هست. خب دشمنان ما تو این زمینه متمرکز هستن و اهدافی رو دنبال میکنن. موضوع دوم اشکالات و نواقص و آسیب پذیری‌هایی هستش که توی زیرساخت‌های ما بعضن وجود داره، بعضن به علت کم توجهی و عدم دقت به نکات امنیتی و دفاعی به وجود میاد. نکته سوم هم این که بعد از این که آسیب پذیری‌ها و اشکالات در واقع احساس شد اومد بیرون، اقدامات امنسازی و مسئولسازی در حوزه پدافند سایبری توسط سازمان پدافند غیرعامل پیش بینی و دنبال بشه و ابلاغ بشه برای دستگاه برای اجرا کردن. خب طبیعتاً انتظار برای این هست که دستگاه زیرابط این اسکالات و آسیب‌ها رو برطرف بکنه و در واقع مسئول کنه. ما دو تا تجربه موفق و ناموفق داشتیم. بخش زیادی از دستگاه اجرایی ما اشکالاتی که احساس شد رو که ما در واقع بعد از بررسی فنی و تخصصی به دست آوردیم رو ابلاغ کردیم، اونا کاملا با یه روی کرده پیشگیرانه و هوشمندانه اونا برطرف کردن و آسیب‌پذیر نشد. در به خاطر همین هم تو خیلی از حوزه‌هایی که دشمن تلاش میکرد حمله بکنه موفق نشد. بعضی از دستگاه ها من جمله سامان سوخت هم جز به ردایی بود که توجه نکردن به هشدارهای ما و متاسفانه از همون محلی که آسیب پذیری یا کشف شده بود از همونجا در واقع ما مورد آسیب واقع شدیم. خب خوشبختانه هماهنگی بین دستگاه‌های امنیتی و دفاعی و مدیریتی تو این زمینه تلاش شد که این حادثه را که هرچند ناخوشایند بود و به وجود اومد رو بتونن به سرعت و به دقت مدیریت و کنترل کنن و اجازه ندن که تبعات این حادثه سایبری در حوزه مردم هم قطع خدمت سوخت رسانی داشته باشه هم موجب نارضایتی مردم انجام بشه، که خب این بخش دومش رو کاملا با هوشمندی خوب مراعات شد. اگر که فرض رو بر این بذاریم که این یک تهدید چند جانبه بوده که بخواهد داستان سوخت و مجدد تکرار بکنه، میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم. علی رغم یه گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم. طبیعتا اشکالات فنی این حوزه هم یه اندازه‌ش تو کوتاه مدت قابل حله، یه اندازه‌ش هم که به علت اینکه سامانه یه اندازه حدوداً 10 سال هست قدیمی هستش، بعد بخشای سخت افزاری و نرم افزاریش هم کاملا روز آمد بشه و امن بشه که بتونه خدمات پایدار و مستمر و امنی ان شاءالله ارائه بده. بعضی از دستگاه‌ها خب این مشکلات به احسان میشه، بهشون اطلاع داده میشه. خب یه سری از دستگاه‌ها و مدیران این موارد رو اجرا نمی‌کنن و باعث مشکلات و در نتیجه نارضایتی عمومی میشن. خب در این مورد چی شما تدبیر شورای فضای مجازی و ستاد کلیر مسلح اینه که دستگاه هایی که دارای طبقه بندی حیاتی حساس و مهم هستن، هر سه طبقه بندی که پیامداشون میتونه موجب نارضایتی مردم و ایجاد وقفه در خدمات مردم باشه، اگر کوتاهی کرده باشن و ترک فعل کرده باشن برابر قوانین و مقررات تو این حوزه توسط قوه قضاییه با معرفی سازمان پدافند غیرعامل پیگیری و دنبال میشه و ما تو حوزه حادثه سوخت هم همین رویه رو دنبال میکنیم. بررسی هم که تکمیل بشه حتما ما مقصر رو معرفی میکنیم به قوه قضاییه. تا حالا این مورد انجام شده یا تازه میخواد انجام بشه؟ بله چند مورد انجام دادیم، این مورد هم انجام میدیم ان شاء الله. افتون در نظر. افتون باشید. خداحافظ.